سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بهرنگ فرهنگ دوست هستم و اینجا بهرنگ ویدزه. این بار با یه نکته آموزشی درباره پریمیر برگشتم پیشتون. ببینید، اگر که یه روزی بخواین شما یه پروژه‌ای رو که بستین روی یه هارد یا روی کامپیوترتون به یه کامپیوتر دیگه یا به یه هارد دیگه انتقال بدین یا برعکس، چجوری باید این کار رو بکنید بدون اینکه تمام آدرس دهی ها و لینک های اون پروژه به هم بریزه؟ این نکته ظریفیه. یعنی شما شاید فکر کنید بتونید راحت با کات کردن و پیست کردن یا کپی کردن و پیست کردن از یه درایو به درایو دیگه یا از یه هارد به کامپیوتر یا از کامپیوتر شخصتون به لپتاپ این کار رو انجام بدید، اما اینطوری نیست. شما باید توسط خود پریمیر این کار رو انجام بدیم در جایی به اسم پراجکت منیجر. سریع بریم این نکته رو یاد بگیریم، خیلی کاربردیه. با هم بریم. خیلی خوب بچه‌ها، خیلی سریع میام توی پریمیر رو باز کردم. پروژه قبلی خودم که یک ویدیویی هستش به اسم نکات مهم برای صحبت کردن جلوی دوربین برای یوتیوبرها ساختم و لینکش رو این بالا میذارم تا بتونید اگه خواستید برید ببینید. باز کردم برای این نمونه تا بتونید ببینید که چه اتفاقی میفته. سریع میایم توی قسمت فایل، پروژکت منیجر، و اینجا سکونس رو انتخاب میکنیم. الان سکونسی که ما داریم به اسم سکونس 5522 هستش. این انتخاب میکنیم. حالا هر چند تا سکونس دیگه یا سکانس دیگه هم که داشتید میتونید استفاده کنید. توی result project میاین collect file and copy to new location، میاد تمام فایلاتونو collect میکنه که توی پروژه استفاده کردید، یعنی جمع میکنه با هم دیگه و copy میکنه به location جدید. حالا من میام اینجا بهش location جدید میدم، میگم این پروژه رو ببر به جای جدیدی به اسم drive D و یه new folder درست کن به اسم پروژکت. این هم مثلا بکاپ هم بنویسیم که با بقیه پروژه ها اشتباه نشه. خب فولدر رو انتخاب میکنیم و میاییم پایین. اینجا الان میدید اینجا توی دی پروژکت بکاپ انتخاب شده، دستینیشن یعنی مقصدتون اینجاست. حالا میاییم میگیم که اونجا البته باید جای کافی رو داشته باشد. حالا میاییم اینجا کلکیلیت رو میذاریم که محاسبه کنه که چقدر فضا احتیاج داریم. میگه که شما 66 گیگ فضا دارید، 10 گیگ این اورجینال پروژکته و 10 گیگ هم ما برای انتقالش لازم داریم. اینجا اوکی رو بزنید، پروژه شروع میکنه به در واقع محاسبه کردن و آنالایز کردن و همچنین کپی کردن. ببینید که زد کپی مدیا و کپی کردن پروژه اونجا و به راحتی اونجا انتقال پیدا میکنه و میتونید برید پروژه رو توی من الان از هارد انتقال دادم به لپتاپ، الان توی لپتاپ به راحتی باز میشه بدون هیچ که هیچ اروری به شما بده. خیلی خوب بچه ها، این بود از نکته امروز. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگه تو الان دارید ویدیوی منو نگاه میکنید، حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله رو هم فشار بدید تا اگر نوتیفیکیشن دریافت کردید بیاید و ویدیوی منو ببینید. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوی بعد.